صبح بخیر. این خیلی عالیه که برگشتم پیش شما. در طول ماه می من در واقع از کارم مرخصی گرفته بودم که فوق‌العاده خوب بود برای من. همچنین شنیدم که آفتابی ترین ماه می بوده که تا حالا ثبت شده. که نشون میده خدایی هست و من رو واقعا دوست داره. این خیلی عالی بود که تو این مدت در استراحت بودم و عالی تر این که در این مدت با انجمن ریچ در ارتباط بودم. ما هر هفته ملاقات هایی داریم با انجمن خودمون در منطقه شاعر. افراد جدید در این مدت به ما پیوستن که در نوع خودش شگفت انگیزه و ما شهادت هایی رو شنیدیم که خدا چه کارهایی رو در زندگی اونها انجام داده و فوق العاده بوده که از طریق دعا و نیایش در این ملاقات ها با هم در ارتباط بودیم. به ویژه در این صبح‌های یک شنبه، آیا واقعاً این پیام مهمی نبود که مارک هفته گذشته درباره شروع جدید و نگاه رو به جلو به ما داد؟ تصویر اون کبوتر سفید و حرکت کردن روح القدس در پیشاپیش ما. خب من امروز در واقع میخوام داستان رو از جایی ادامه بدم که هفته پیش مارک تمومش کرد و درباره شروع زندگیمون پس از قرنطینه صحبت کنم. شرایط تو بعضی چیزها دارن آسون‌تر میشن، اما این یه فرصتی است برای ما که به این فکر کنیم که میخوایم زندگی خودمون رو دوباره شروع کنیم. ریست، این کلمه به نوعی معنی شروع دوباره رو میده و همچنین یه حسی از متفاوت انجام دادن کارها رو به ما میده. من فکر میکنم که خدا داره یه فرصت به ما میده و این که اون داره خیلی پیامبرگونه درباره این شروع دوباره به عنوان یک کلیسا با ما صحبت میکنه. اما همینطور فکر میکنم که خدا داره درباره شروع زندگیمون به عنوان یک فرد هم با ما صحبت میکنه. من نمیدونم که زندگی شما قبل از قرنطینه چطور بوده، اما بخوام صادق باشم، زندگی من تقریبا خیلی پر بود. وقتی که من و آدام در استونی زندگی می کردیم، گهگاه یه قایق مسافرتی می گرفتیم و از سوئد به استونی می رفتیم. و بهترین چیز توی این قایق میز سلف سرویس اون بود و این میز سلف سرویس پر بود از بهترین غذاهای سوئدی که ما دوست داشتیم. خب ماهی و گوشت و پنیر، تو میتونستی پول میز رو بدی و بعد هر چقدر که دوست داشتی بخوری. خب البته ما همیشه بشقابامون رو تا جایی که میتونستیم پر میکردیم. یادم یک بار آدام بشقابش رو پر از مخلفات کرده بود و دیگه جایی برای غذای اصلی یا دسر وجود نداشت. حالا این موضوع در اینجا صدق میکنه، چرا که این کل سفر ما رو در بر میگیره. چیزی که نمیدونم، شاید 12 ساعت طول میکشید. ما غذامون رو تموم کردیم و باد تندتر شد، موجها بزرگتر، یک طوفان عظیمی در دریا ایجاد شد. حال ما بد شد، حالت تهوع گرفتیم چون خیلی خورده بودیم. ممکنه شما هم مثل من حس کنید که بشقاب شما هم خیلی پر بوده و وقتی که طوفان میشه در واقع سخته که بتونید تحمل کنید. من میخوام امروز صبح بعضی از اصول رو با شما در میون بذارم. خدا به من نشون داده که زندگی خودم رو چطور بعد از قرنطینه شروع کنم. اولین چیز اینه که در محدودیت ها زندگی کنیم. خب من شخصیتم طوری هست که میگم خب بذار ادامه بدیم، نگرانی از عواقبش رو بذاریم برای بعد. ولی توی این مدت همه ما مجبور بودیم که در محدودیت زندگی کنیم. بوریس به ما گفت که ما فقط یک بار در روز میتونیم ورزش کنیم. خب من اصلا فکر میکنم حتی یه بارم در روز ورزش نکرده باشم. من واقعا دوست داشتم که دو بار در روز ورزش کنم و خیلی محدودیت های دیگه ای که به زندگی ما تحمیل شدن. مثلا کجا میتونیم بریم؟ چه کسی رو میتونیم ملاقات کنیم؟ آدمای برونگرا از دیوار بالا میرفتن. به جاش درونگراها خوشحال بودن که مجبور نیستن خیلی معاشرت کنن با کسی، اما هممون باید توی این محدودیت ها زندگی میکردیم. چند هفته پیش من واقعا خوشحال شدم که تونستم یک زمان خرید از تسکو بگیرم و من باید اعتراف کنم که یک کمی هیجان زده شده بودم. همه اون چیزهایی که واقعا برای خریدشون دلتنگ شده بودم رو بر می داشتم و توی سبد خرید می زاشتم. چیزهای خیلی ضروری مثل پرینکلز و هابناب. اما وقتی برای پرداخت رفتم با این پیام رو برو شدم، شما محدودیت 80 آیتم رو رد کردید. من فکر میکنم که 126 آیتم توی سبد خرید داشتم. باید تصمیم میگرفتم که آب پرتقال رو بذارم کنار یا آب تونیک رو، یا اینکه باید کنسرو ماهی رو صرف نظر کنم از خریدش یا تاگو. و نهایتا سخت‌ترین تصمیم این بود که من باید از این گالون بزرگ شیر خلاص شم یا بیسکویت سگ. اما محدودیت رو دوست نداریم، داریم واقعا؟
اما در واقع خدا اینطور مقدر کرده که ما در محدودیت زندگی کنیم. وقتی که ما رو خلق کرد، در واقع ما رو با محدودیت‌ها آفرید. من امروز می‌خوام نگاهی به دو باب اول کتاب پیدایش داشته باشم. چند باب قبل از چیزی که مارک هفته پیش برامون توضیح داد. به خاطر اینکه در واقع من فکر می‌کنم جای خوبی است که بهش نگاهی داشته باشیم. چه زمانی ما درباره شروع دوباره باید فکر کنیم؟ این همون آغاز هست و زمانی که خدا جهان رو آفرید. جهان رو با محدودیت ها آفرید. زمین رو در یک جا محدود کرد. دریا رو در جای دیگه. آسمان رو در یک جا. آبها رو در جای دیگه. و همینطور روز و شب رو. در واقع زمانی که آدم و حوا رو آفرید، او آنها رو در محدودیت آفرید. اجازه بدید آیه 15 از باب 2 در پیدایش رو بخونم. کتاب مقدس میگه خدا انسان را برد و او را در باغ عدن قرار داد تا در آن کار کند و از آن مراقبت کند. خداوند به انسان دستور داد تو آزادی که از هر درختی در این باغ تناول کنی، ولی تو نباید از درخت دانش نیک و بد بخوری، چون اگر از آن بخوری مطمئنن خواهی مرد. بنابراین یک حیطه ای از تأثیر رو به اونها داد. خدا باغ رو به آنها داد و گفت که تو میتونی از همه درخت های میوه بخوری، اما از درخت دانش نیک و بد نباید بخوری. خب میبینید خدا ما رو با انواع محدودیت ها خلق کرده. ما محدودیت های فیزیکی داریم، خسته میشیم. ما محدودیت های احساسی داریم، درمونده میشیم. و شرایط ما میتونه محدودیت هایی رو برای ما ایجاد کنه. یادمه که وقتی 3 تا بچه کوچیک داشتم، شرایط واقعا برای من سخت بود و نمیتونستم کارهایی رو که میخوام انجام بدم. در حال حاضر شما چیزهای مشخصی دارید، مسئولیت‌هایی که در بشقاب شما قرار می‌گیرن. شاید شما یه بیزینس رو اداره می‌کنید یا مسئولیت نگهداری از بستگان سالخورده خودتون رو دارید یا از بچه‌ها نگهداری می‌کنید که محدودیت‌هایی رو برای شما تحمیل می‌کنه. خب میدونید حتی عیسی در محدودیت ها زندگی کرد. او خسته شد. من مطمئنم او بارها به خاطر شاگردانش از لحاظ احساسی درمونده شد. او همه کسانی رو که دید شفا نداد، همه کارها رو انجام نداد. میشه درک کرد که عیسی میدونست برای چه کاری اومده و پدر چه چیزی رو از اون خواسته تا انجام بده. خدا ما رو آفرید که در محدودیت زندگی کنیم. اگر بخوام صادق باشم، بعضی وقتا به عنوان یک مسیحی فکر میکنم که باید به نوعی مثل یک ابرمرد یا یک ابرزن روحانی زندگی کنیم. من فکر میکنم من برای سالها همونطور که گفته بودم، ظرف خودم رو همیشه بیش از حد پر میکردم. من عاشق خدا هستم. من میخواستم به او خدمت کنم. شاید یک غرور در من وجود داشت که به نوعی بتونم همه اینها رو جذب کنم. از فرزندانم مراقبت کنم، در کلیسا رهبری کنم، سازمانی رو اداره کنم، کارهای مختلف رو انجام بدم، طوری که یک بار یک دیوان که روش نوشته شده بود ابرزن به من داد که کمی من رو شوکه کرد، اما در واقع خطری وجود داشت، چون من فراتر از حد محدودیت هام زندگی میکردم. خطری که در انجامش عواقبی همراهش هست. این خطر عواقبی در کیفیت روابط ما و افراد اطراف ما داره. عواقبی در سلامت عاطفی و جسمی ما بروز میکنه. و برای من میدونم وقتی فراتر از محدودیت‌های خودم زندگی کنم، میتونه یک مقدار هرج و مرج در زندگی خانوادگی ایجاد کنه. خدا ما رو طراحی کرده که در حد توانایی هامون زندگی کنیم. فکر کنم فقط 4 یا 5 سال پیش بود که بالاخره اعتراف کردم که فراتر از توانایی خودم دارم زندگی می کنم. من در اداره کلیسا، اداره امور خیریه شرکت داشتم، 3 نوجوان در خانه داشتم و ناگهان فهمیدم که خستم. فشار زیادی بود. خب خدا برای من بسیار بخشنده بود. من از احمق بودن خودم توبه کردم. خدا منو به فصلی از استراحت و ترمیم در جایی که مجبور نیستم کاری انجام بدم و میتونم آروم باشم برد. میدونید من فکر میکنم خدا در این ایام قرنطینه با ما صحبت میکنه. برخی از ما شاید به استراحت نیاز داشته باشیم. برخی از ما مشغولتر از همیشه باشیم. ما وقت اینه که دوباره تنفسی بگیریم و زندگی خودمون رو دوباره تنظیم کنیم، چون خدا نمیخواد ما خارج از توانی که بهمون داده زندگی کنیم. میدونید هر کدوم از ما شرایط متفاوتی داریم. این تنظیم و تفکر برای هر یک از ما متفاوته. امیدوارم که شما در شرایط استراحت قرار گرفته باشید، اما شاید جز اون گروهی باشید که احساس میکنید حجم کاری زیادی دستتونه. من این آیه از کتاب مقدس رو خیلی دوست دارم که میگه پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم.
میدونید خدا ما رو فرا خونده تا مسابقه خودمون رو به خوبی به پایان برسونیم و قطعاً عمل کرده من در این مسابقه با شخص دیگری متفاوت خواهد بود. همه ما ظرفیت‌های مختلفی داریم، اما اون به ما خط داده. بیایید وقتمون رو صرف سوال کردن از خدا کنیم. خدایا نگاه کن، این چه چیزیست که من رو به انجامش فرا میخونی؟ آیا چیزی لازمه که از دوشم بردارم تا بتونم یک زندگی سالم رو در همون حدی که به من دادی داشته باشم؟ خب این اولین چیزی بود که خدا به من نشون میداد. دومین چیزی که اون به من آموزش داد این بود که چگونه در باغ قدم بزنم. به طور خلاصه خدا به من یاد داد تا چگونه آروم بشم در کنار خدا. وقتی خونه رو جابجا کردیم، یک باغ زیبا به ارث بردیم. حالا برای من باغ جایی بود که شما نشستید، ترجیحاً بر روی یک تخت برای آفتاب گرفتن، در حالی که اعضای خونه کار می‌کردن و به اون زیبایی می‌بخشیدن. این کاریه که پدر من انجام می‌داد و این کاریه که من و آدم بیشتر در زندگی متأهلیمون انجام داده بودیم. اما وقتی به این خونه نقل مکان کردیم، فهمیدیم که این باغ یک کار دو نفر است. بر این من مشغول یادگیری باغداری شدم. یک مهارت جدید برای منه که واقعا از اون لذت میبرم. اما در طی این ماه گذشته احساس کردم که خدا با من صحبت میکنه تا سرعتم رو کم کنم. که فقط با اون در باغ قدم بزنم. فقط از بو کردن گلهای سرخ لذت ببرم. از تماشای شکوفه ها لذت ببرم. از خلقت اون لذت ببرم. تا همیشه درگیر کار با این باغ نباشم. در واقع مکاشفه‌ای در من پیش اومد که هنگامی که خدا حوا رو خلق کرد، قبل از هر چیزی اون رو به وجود آورد تا از رابطه با اون لذت ببره و حوا از باغ لذت ببره. بنابراین من کمی این کار رو میکنم. فقط قدم میزنم، اوقات فراغتم رو با خدا میگذرونم، از خلقت اون لذت میبرم. اما همینطور که در پیدایش میخوانیم، در جایی که فکر میکنم شاید یکی از غمناک‌ترین آیات کتاب مقدس باشه، زیرا خدا در خنکی روز در باغ قدم میزد و به دنبال آدم و حوا میگشت. بذارید اینو بخونم. این درست بعد از اینه که آدم و حوا از درخت دانش خیر و شر خوردن. پیدایش باب 3 آیه 8 آمده که و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را در حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت کجا هستی؟ به نظر میرسه عادت خدا بوده که در خنک‌های روز قدم بزنه. اون بخشی از روز که دیگه خیلی گرم نیست و به نظر میرسه عادت خدا این بود که در باغ با آدم و حوا قدم بزنه. اما این بار از اون پنهان شدن. اونها به دلیل گناه خودشون پنهان شدن. من احساس کردم خدا با من صحبت میکنه. آیا شما از من پنهان شدید؟ آیا شما اینقدر درگیر هستید که از من پنهان میشید؟ کارینا کجا هستی؟ آیا میتونی با من در باغ قدم بزنی؟ اون با شما هم صحبت کنه، با هایلی، کریس، کیتی، بگه کجایید؟ میخوام فقط با شما در باغ قدم بزنم. شاید احساس کردید که واقعا مشغول کارید، اما این زمانیه برای پیدا کردن یک باغ، پیدا کردن مکانی برای کنار خدا بودن، برای نوشیدن یه فنجون قهوه مورد علاقتون در کنار خداست. برامرین هنگامی که زندگی خودتون رو بعد از دوره قرنطینه مجدداً تنظیم می‌کنید، بیاید اطمینان حاصل کنید که برای لذت بردن از اوقاتتون با خدا به آرامش رسیدید. خدا واقعاً می‌خواد با ما قدم بزنه و در کنار ما باشه، اما سوال اینه چگونه اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق می‌افته؟ من می‌دونم که می‌تونم نیت‌های زیادی رو برای گذروندن وقت با خدا داشته باشم، اما می‌خوام در حد توانم هم زندگی کنم. پس چگونه به هر دو تا عمل کنیم؟ می‌خوام چیزی که برای من مفید بوده رو به اشتراک بذارم و اون چیزیه به نام ایجاد یک قانون زندگی که ممکنه کمی جدی به نظر برسه، اما الگویی از اعمال معنویه که میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، راهیه برای تنظیم زندگی ما در راستای لذت بردن از روابطمون با خدا. تصویری که من شنیدم کمی شبیه به یک اسکلت یا چارچوبی برای زندگی ماست تا بتونیم رشد کنیم و در واقع مثمر ثمر باشیم. من دوست دارم از 4 دسته از زندگی معنوی بندیکتین ها استفاده کنم. اونها 4 دسته دعا، استراحت، رابطه و کار رو برای توسعه یک قاعده زندگی استفاده می کنن. من به سرعت می خوام قانون فعلی زندگیم رو با شما در میون بذارم. این یک مقاله تموم شده نیست، اما واقعا اون 4 حوزه در زندگی من دعا، استراحت، روابط و کار هستن. می تونید اون رو روی صفحه نمایش اونجا مشاهده کنید. خب تو بخش دعا، دعاوی صبحگاهی در گرمای خانواده رو داریم. وقت خواندن کتاب مقدس رو دارم. عصرها چند پرستش داریم و البته زمانی فقط برای
قدم زدن با خدا در باغ. در جبه استراحت من واقعا سعی میکنم از داشتن یک شبات هفتگی با خدا لذت ببرم. وقتی که کار زیادی برای انجام دادن ندارم میتونم فقط با اون استراحت کنم، از اون لذت ببرم و تلاش کنم برای ورزش، پیاده روی و پیدا کردن چیزهایی که واقعا منو شاداب میکنه. بعد ارتباطات ماست. روابط ما برای خدا واقعا مهمه. مفهوم این اهمیت برای من در حال حاضر یعنی تماس‌های زوم با خانواده، یعنی وقت گذراندن با آدم، انجام فعالیت‌های تفریحی با بچه‌ها، اولویت قرار دادن انجمن‌های ریچ و تماس با دوستان نزدیک و در آخر کار. شما ممکنه موارد مختلفی رو در جبهه کار خودتون داشته باشید و از این طریق من شما رو تشویق می‌کنم تمام کارهایی رو که باید در خونه انجام بدید هم در این دسته‌بندی بذارید. این فقط کار در خارج از منزل نیست، بلکه بخش کار شامل همه کارهایی میشه که ما باید به هر حال انجام بدیم. من در حال حاضر در این سو کار میکنم، در این جهت که کمک کنم به خودم تا اندازه خودم زندگی کنم، در عشق خدا زندگی کنم و میدونم اگر در این جعبه خیلی اضافه کنم دیگران رو متحمل رنج میکنم. بنابراین به من کمک میکنه که درباره زندگی خودم و اونچه که انجام میدم فکر کنم. اگر میخواید این مسئله رو توسعه بدید، من شما رو تشویق میکنم با یک یا دو مورد در هر جعبه شروع کنید. این یک کار مستمره. در فصول مختلف زندگی ما باید تغییر کنه، اما واقعا به برنامه ریزی ما کمک میکنه و شاید این کاری باشه که میتونیم به محض خارج شدن از قرنطینه اون رو شروع کنیم. خودتون بپرسید آیا من فراتر از توان خودم زندگی میکنم؟ آیا کارهای زیادی در دست من هستن؟ آیا اعمال معنوی وجود داره که من میتونم عملی کنم که به من کمک کنه؟ شاید فقط در سکوت و تنهایی و داشتن اوقات منظمی با خدا شروع خوبی برای این کار باشه. خدا فرصت منحصر به فردی به ما داده، پنجره‌ای برای تنظیم مجدد زندگیمون. به این ترتیب ما قادریم عشق خدا رو تقدیم و دریافت کنیم. اما هدف این تنظیم چیه؟ خب من قبل از هر چیزی فکر میکنم هدفش اینه که ما زندگی کاملی رو که خدا برامون در نظر گرفته رو زندگی کنیم. برای ما که در مکانی سرشار از صلح و شادی هستیم، بتونیم از ارتباطمون با خدا لذت ببریم. همچنین هدف دیگه ای در این کار وجود داره. هنگامی که ما این گونه زندگی میکنیم، ثمر بخشتر میشیم. ما در پیدایش باب 1 آیه 28 میخونیم: بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت میکند فرمان برانید. امروز ما همون مأموریت رو داریم که زمین رو با عشق خدا پر کنیم تا امید و آرامش و شادی رو برای مردم برمغان بیاریم. من اعتقاد دارم که هرچی به اتمام قرنطینه نزدیک میشیم، برداشت میوه معنوی ما بیشتر میشه. معتقدم که این روند نو کردن زندگی ما آماده شدن ماست تا بتونیم عشق خدا رو به اشتراک بذاریم، تا به عشق اون به دیگران دست پیدا کنیم. بنابراین مطمئن بشید که ما با اون قدم میزنیم. بیایید این بار وقت بذاریم تا شاید دکمه تنظیم زندگی خودمون رو فشار بدیم و تجدید نظر کنیم که چگونه میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، چگونه میتونیم زندگی سالمی داشته باشیم، زندگی سالم معنوی با اون، پر از روح القدس اون، تا بتونیم در دنیای متفاوت زندگی کنیم و تفاوتی بزرگ ایجاد کنیم. خدا حفظتون کنه. هفته خوبی داشته باشید.